آرامش کشورهای زیادی ارتش خصوصی داره اما چرا اینقدر انتقادها به روسیه شدت داره نیروهای مسلح ارتش جمهوری فدراتیو روسیه انگار که میخواهند کارهای کثیف کارهایی رو که عملا نه فقط شبه قانونی بلکه کاملا غیر قانونی توسط یک همچین سازمانهایی به خصوص خب دیگه گل سرسبدشون هم گروه واگنر انجام بشه فرق بزرگی داره این با گروه های امنیتی یا گروه های نبرد یا رزم خصوصی در امریکا از سال های 2001 آقای ریچارد پرنس دیگه ایشون مؤسس گروه بلک وار یو اس ای بود که بعداً هم اسم عوض ولی کمپانی دیگه هستن تریپل کانپی کمپانی هایی که از رزم دیده ها و از سربازان مختلف استفاده میکنن از سربازان یا تفنگداران دریایی یا غیره که اونها بیاین بعد از خدمت سربازیشون از اون دانسته هاشون از اون دانششون استفاده کنن برای حالا حمایت از کاروان‌های لوجستیک بادیگارد بشن یا برای نبرد فرقش اینجاست قانون کیفری و جزایی ایالات متحده میتونه هنوز اونها رو یعنی یک امریکایی یا یک فردی که تحت پرچم یا تحت استخدام در یک کمپانی آمریکایی در کشور الف یا ب یا سه کار میکنه و جنایت کرده اونها رو بیارن دادگاهی کنند اتفاق افتاد کسانی بودند که در عراق در افغانستان از این کمپانی‌های خصوصی دست جرمی زده بودند مرتکب جرم شده بودند و در ایالات متحده اینها دادگاهی شدند آقای پوتین به اینها یک چک سفید امضا داده و دیدیم که حتی دو سال پیش حکومت بلاروس اینها رو گرفت و از کشور اخراج کرد یه عده زیادی از جولای سال 2020 یک عده از همین گروه واگنر رو خوب بلاروس آقای لوکاشنکو دوست رفیق شفیق آقای پوتین هست با این وجود اینها رو گرفت و دیپورتشون کردن اخراج کردن می‌بینیم در سوریه در اوکراین در جاهایی که عملا ارتش روسیه و بالاخره اونهایی که اون یونیفرم می‌پوشن و هنوز در اون یونیفرم هستن یک پرینسیپ هایی و یک سری وظایف و یک سری کد اخلاقی و کد به قول معروف افکس رو باید پیروی کنن این مسئله اصلا نیست و میگم به خصوص اینکه هم بنیانگذار این گروه خیلی با آقای پوتین نزدیکه دوم عملا مثل مزدورها پول میگیرن و میجنگن یا پول میگیرن و آدم میکشن و سوم هیچ نظارت قضایی از طرف روسیه نه تنها بر اونها نیست بلکه حاشیه کامل امنیتی و در مسکو دارن آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی ممنونم از شما